با درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه زنان امید پخش خواهد شد. شما میتونید در طول برنامه نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. وای خدا، اینجا رو ببین. دوباره انگار تو اتاقش یه دونه بم ترکیده. پس کی این بچه یاد میگیره اتاقش رو مرتب کنه؟ دیگه خسته شدم از بس گفتم اتاقتو تمیز کن. بچه های مردم اتاقشون از تمیزی برق میزنه. اون وقت بچه نوجوون من هنوز که هنوزه لباساشو برعکس در میاره میندازه کف اتاق. والا از بچه هم شانس نیاوردیم. سلام، سلامی گرم به شما همراهان و یاران با وفا. به برنامه زنان امید خوش اومدین. من نازنین هستم و خوشحالم که امروزم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. منم درود میفرستم به شما زنان امید. مژگان هستم و امروز با یه برنامه بسیار کاربردی برای والدینی که نوجوان دارن در خدمت شما هستیم. بله، تو این برنامه قراره در مورد شلختگی و بی‌نظمی نوجوانان صحبت کنیم. اگر شما هم یه نوجوان توی خونه دارید، به احتمال زیاد مثل مادر شاکی اول برنامه از شلختگی اتاقش به سطوح اومدید. احتمالاً هر بار که در اتاق فرزند نوجوانتون رو باز میکنین، آهی سوزناک از ته دل میکشید و گاهی هم ممکنه سرش غر بزنید و اونو به خاطر بی نظمی و شلختگی و اتاقش سرزنش کنید و با دیگران مقایسش کنید. اما میخوام بهتون بگم که فقط فرزند شما اینطوری نیست، خیلی از نوجوانا تو این سن و سال این شکلی هستن. خب حالا میخواییم بدونیم که اصلا علت شلختگی نوجوانا چیه؟ آیا این طبیعیه؟ یا نشوندهنده یه مشکل روحی روانیه؟ آیا شلختگی اتاق نوجوانا رو میشه به سلامت روان اونها ارتباط داد؟ یا اینکه هیچ جای نگرانی نداره؟ خب میخوام همین اول خیالتون رو راحت کنم. خیلی از متخصصان عقیده دارن که شلختگی نوجوانا نه تنها کاملا رایجه و تو هر خونهی به چشم میخوره، بلکه خیلی عادی هم هست. پس نگران این نباشین که چرا فرزند شما تمیزی اتاقش هیچ اهمیتی براش نداره. البته اینو خاطر نشان میکنم که اوضاع و محیط خونواده میتونه به این موضوع دامن بزنه. مثلا اگر محیط خونه تنش‌زا باشه یا والدین الگوی خوبی از نظم به فرزندشون انتقال نداده باشن و مسائلی از این قبیل که بهش در ادامه میپردازیم، ممکنه روی این موضوع سهه بذاره. والدین عزیز، اگه بدونین که ذهن نوجوان شما به خاطر تغییرات هورمونی و اتفاقی که تو مغز و بدن اون داره میفته چقدر پریشونه و داره بهش فشار میاد، دیگه کاری به کارش ندارین. نمیدونم شما چند سالتونه، اما یکم عمیق فکر کنید و به دوران نوجوانی خودتون سفر کنید. سعی کنید به خاطر بیارید که چقدر توی اون دوران گاهی عصبی، غمگین، گاهی خوشحال و گاهی افسرده بودین بدون هیچ دلیلی. میخوام بگم نوجوان شما ممکنه انقدر ذهن شلوغ و پریشون باشه که دیگه شلوغی اتاقش براش اهمیتی نداشته باشه. پس سعی کنید خودتون رو جای اون بذارید. البته منظورم این نیست که کثیفی اتاقشون رو تایید کنم، اما هر چیزی راهی داره و باید از راهش وارد شد. دقیقاً. یکی دیگه از عوامل شلوغی اتاق نوجوانا به این خاطره که والدین سختگیر و سلطه‌جویی دارن. اگر شما جزو والدینی هستین که خیلی بکن نکن توی حرفتون به چشم میخوره، با تحکم صحبت میکنید، یا اگر دائم غرغر میکنید و به افراد خانواده دستور میدید، روی صحبتم با شماست. نوجوان شما حالا دیگه داره مستقل میشه. اون اتاقش رو قلمرو خودش میدونه و میخواد قوانین خودش اونجا اعمال کنه. شاید براتون پیش اومده که به نوجوانتون میگین پاشو اتاقتو تمیز کن، چرا انقدر شلخته ای تو؟ خب اونم اون وقت میگه اتاق خودمه، همین جوری توش راحتم، تو اگه ناراحتی نیا اینجا. اگه شما هم این جمله رو زیاد از فرزندتون میشنوین، کمی ملایم تر باهاش صحبت کنین و میدون جنگ توی خونه براه نندازین.
اون فقط میخواد به شما بگه که داره بزرگ میشه. همین. کاملا درسته. مرتب نکردن اتاق یکی از راه‌هاییه که به نوجوان کمک میکنه که قلمروی خودش رو تو خونه مشخص کنه و به بقیه اثبات کنه که اونجا قلمروی اونه و کسی حق وارد شدن یا تمیز کردنش رو نداره. خلاصه که میخوام بدونید این دوران گذراست و اگر به درستی تو این دوران با فرزندتون رفتار کنین، بعدش میبینین که چقدر تغییر میکنه و گاهی فکر میکنید که اصلا یه آدم دیگه شده. امروز براتون یه سری راهکار داریم که توی این سفر چند ساله چالش برانگیز میتونه براتون کاربردی باشه. اولین و مهمترین کاری که میتونید در حق نوجوانتون بکنید اینه که درکش کنید. همونطور که گفتم دوران نوجوانی خودتون رو به یاد بیارین. اونا توی این دوران گاهی بی‌حوصله و پرخاشگر میشن. پس بهشون بفهمونین که حالش رو درک میکنید و از نوجوانی خودتون براش تعریف کنید. اینطوری روابطتون هم نزدیکتر میشه. و همینطور مراقب کلماتتون باشین. اونا دیگه یه بچه یه کوچیک و رام نیستن. الان دیگه دارن پا به بزرگسالی میذارن و باید خیلی مراقب احترام به شخصیتشون باشین. شما باید با یه لحن و کلمات مناسب با اونها صحبت کنین تا اونا برای انجام اون کار ترغیب بشن. مثلا اگر وارد اتاقش میشین و میبینین که وسایلش همه جا ریخته، نگین تو چقدر شلخته ای، دیگه اصلا از دست تو خسته شدم من، اگه به این دیوار گفته بودم تا الان یه کاری کرده بود. به جاش میتونیم بگیم اگه اتاق تمیز و مرتب باشه خودت هم حس خوبی داری. عزیزان اگر مدام بهشون غر بزنیم و اون جمله های کلیشه‌ای و تکراری رو دائم تکرار کنیم، اون وقت نوجوانمون هم جبهه میگیره و بدتر لجبازی میکنه. پس نه تنها رفتارش تغییر نمیکنه، بلکه بدتر هم میشه و روابطتون هم خدشه‌دار میشه. دقیقا همینطوره. یه چیز دیگه‌ای که من توی بعضی والدین دیدم اینه که خودشون خیلی منظم نیستن، اما انتظار دارن فرزندشون همه جا رو برق بندازه. البته متاسفانه بعضی از والدین زیر بار این حرف نمیرن و میگن ما هیچ وقت اینطوری نبودیم. مثلا من کسی رو میشناسم که وقتی مهمون خونشون میخواست بره، خونه به معنای واقعی برق میزد، اما وقتی خودشون بودن اون شکلی نبود. اون خانم هم به شدت روی فرزنداش فشار می آورد که باید اتاقتون برق بزنه، در صورتی که اتاق خودش بیشتر اوقات نامرتب بود. عزیزان، اگر شما والدین مرتبی نبودین یا نیستین، نوجوانتون رو متهم به شلختگی و بی‌نظمی نکنید. اون زیر دستای شما بزرگ شده و به هر حال از شما الگو برداری کرده. پس باید انتظاراتتون رو کمی پایین بیارین و جاش الگوی خوبی برای اونا باشین. بله نازنین، اتفاقا به موضوع خیلی مهمی اشاره کردی. و یه نکته دیگه اینه که بیش از حد برای نوجوانتون قانون تعیین نکنید. اتاق یه نوجوان دنیای شخصی اونه، جایی که توش احساس امنیت میکنه و اونو متعلق به خودش میدونه. به قول نازنین اونجا قلمرو اونه. اگه شما نمیتونید این به هم ریختگی رو تحمل کنید، با زبون خوش باهاش صحبت کنین، احساستون رو براش توضیح بدین. اما اگر بخواید با تحکم و دستور قوانین سخت وضع کنید، باور کنید که اوضاع بدتر و بدتر میشه و تازه اونم شروع به لجبازی میکنه. وقتی یه نوجوان توی دنیای شخصیش احساس امنیت نکنه، اون وقت رو به دنیای بیرون میبره. پس خیلی دقت کنید و بیش از حد وارد حوزه شخصیش نشید. قبل از وارد شدن به اتاقش حتما در بزنید و منتظر جواب بمونید و به مرزهاش احترام بذارید. و این احترام به حق و حقوق فرزند نوجوانتون خیلی نکته مهمیه که متاسفانه تو فرهنگ ما کمتر بهش پرداخته میشه. حتی تمیز کردن اتاقش بدون اجازه خودش وارد شدن به حریم شخصی اونه و نوعی بی احترامی تلقی میشه. نه تنها این، بلکه شما بیشتر اونو تبدیل به فردی بی نظم و بی مسئولیت میکنید. جمع کردن اتاق اون وظیفه شما نیست. شما فقط
فقط وظایفش رو بهش یادآوری کنید، اما خیلی بهش فشار نیارید. مهم اینه که ریخت و پاشا تو حیطه خودش باشه و به نقاط دیگه خونه گسترش پیدا نکنه. باور کنید که نوجوانتون نمیخواد با شلختگی‌ها شما رو آزار بده. در واقع علت اصلی این آشفتگی و شلختگی اینه که ذهن و فکر اونا جای دیگه ایه. خب همه ما دوران نوجوانی رو تجربه کردیم. میدونیم که این دوران خیلی دوران پیچیده ایه. ساختار مغز و ساختار بدن و هورمون‌ها داره تغییر میکنه و این تغییر اصلاً آسون نیست. یه نوجوان از نگرانی و استراب زیادی برخورداره و سطح انرژیش به شدت کاهش پیدا میکنه و پسمونده انرژی احساسش اونقدری نیست که بتونه در مورد رفتار روزانش به اندازه کافی دقت کنه. ذهنش انقدر پریشونه که فکر میکنه اهمیتی نداره اگه جورابای کثیفش کنار تختش باشه. لطفاً تو این دوران کمی صبورتر باشین. میدونم سخته. میدونم که برای ما والدین این دوران واقعاً چالش برانگیزه، چون خودم هم در حال حاضر دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم و کاملاً میفهمم که این دوران برای ما والدین هم گاهی اوقات غیر قابل تحمل میشه. اما خب اینم فصلی از زندگی ماه که میتونیم با بالا بردن آگاهیمون از بروز خیلی از تنش‌ها و چالش‌ها جلوگیری کنیم. درسته. داشتن آگاهی و اطلاعات لازم اهمیت زیادی توی این دوران داره. اگر والدین بدونن که در فکر و جسم فرزند نوجوانشون چه اتفاقی در حال رخ دادنه، دیگه کمتر ازش میرنجن و بهتر درکش میکنن. میدونن که نباید طوری صحبت کنن که نوجوان هم عکس العمل خشن و تندی از خودش نشون بده. میدونن که وقتی نوجوان داد میزنه قصدش بی احترامی نیست. اون به خاطر تغییراتی که تو بدنش به وجود اومده رفتاراش گاهی کاملا غیر قابل پیش بینی میشه، طوری که خودشون هم تعجب میکنن. اگر توی این دوران بتونید یه مشاور معتمد داشته باشید، کمک بسیاری به زندگی خودتون و نوجوانتون کردین. و اگر شرایطشو ندارین، حداقل کاری که میتونید بکنید اینه که مطالعه کنید و سطح آگاهی خودتون رو تو این زمینه بالا ببرید. اگر هم کسی رو میشناسید که فرزند نوجوان داره، این برنامه رو براش بفرستید تا آگاهی رو به همدیگه هدیه کنیم و جامعه سالم تری داشته باشیم. بله دقیقاً. ما سعی میکنیم که تو برنامه‌های آینده از یک کارشناس و متخصص دعوت کنیم تا در مورد مبحث مهم نوجوانی بیشتر آگاهی کسب کنیم. یادتون باشه توی این دوران قوی ترین ابزار برای غلبه بر چالش‌ها و مشکلات زبون نرم و با محبته و میتونه آب روی آتیش نوجوانتون باشه. پس اصلاً ازش غافل نشید. خب عزیزان شنونده، امیدوارم که تا به اینجای برنامه برای شما مفید بوده باشه. اگر سوالی براتون پیش میاد یا اگر نیاز به مشاوره دارید، میتونید از طریق واتساپ به شماره 2031-638-9898-98 و از طریق وبسایت ما به آدرس persianworldradio.com با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، تا من برم 2 چایی خوشتم برای خودم و نازنین عزیزم بریزم، شما هم به این سرود زیبا گوش کنید و اگر دوست داشتید با یه فنجون چای برگردین تا در ادامه در مورد زبان نرم صحبت کنیم. با ما در ادامه همراه باشید. با تمامی قلب و جان
دوستان عزیز به ادامه برنامه زنان امید خوش برگشتید. امیدوارم که از شنیدن این سرود زیبا لذت برده باشین. تو بخش قبلی در مورد بی‌نظمی در دوران نوجوانی صحبت کردیم و گفتیم که توی این دوران خیلی باید مراقب کلاممون باشیم، چون کلام محبت‌آمیز میتونه خشم یک نفر رو در جا خاموش کنه و مثل آب روی آتیش میمونه. پس اگر میخواید فرزند دلبندتون از این مرحله از زندگی خودش به سلامت عبور کنه، حتما تکنیک کلام محبت‌آمیز رو تمرین کنید. کافیه فقط یه بار امتحانش کنید. وقتی که فرزندتون یا هر کدوم از اعضای خانواده عصبانی و خشمگین هستن، اون لحظه با زبون نرم و محبت‌آمیز باهاشون صحبت کنید یا حتی در آغوش بگیرینشون. بعد ببینید اون شخص چه عکس‌العملی از خودش نشون میده. مطمئن باشین که خشمش در جا فروکش میکنه. امثال سلیمان باب 15 آیه 1 میگه جواب نرم خشم را بر میگرداند، اما سخن تند غضب را بر میانگیزد. این آیه به وضوح میگه اگر میخوای خشم کسی فروکش کنه، به نرمی و ملایمت بهش جواب بده. اما اگر تو هم جواب تند و تیزی بدی، اون وقته که یه دعوای حسابی تو راهه. درسته، نه فقط در مورد فرزندانتون، بلکه در مواجهه با دیگران هم سعی کنید با ملایمت و سخن نرم جوابشون رو بدین. امروز میخوایم از زنی براتون بگیم که با زبون نرم و ملایم جون خودش و همسرش و مردمش رو نجات داد. اسم این زن ابیجایل هست و در کتاب اول سموئیل باب 25 در مورد این زن نوشته شده. زمانی که داوود از دست شاول فرار می‌کرد، به همراه یارانش که حدود 400 نفر بودند به بیابان فاران می‌رند. در اونجا مردی زندگی می‌کرد که بسیار ثروتمند بود. اون 3000 گوسفند و 1000 تا بز داشت. کار اون پشمچینی بود و از قضای روزگار کارش هم حسابی گرفته بود. اسم اون مرد نابال بود. اون همسری داشت زیبا و فهمیده که اسمش ابیجایل بود. درست برعکس شوهرش که مردی تندخو و بدرفتار بود. داوود و افرادش با نابال مهربون بودن و تو نگهداری گوسفنداش بهش کمک کردن. چند وقت بعد داوود چند نفر از افرادش رو میفرسته تا از نابال خواهشی کنن. افراد داوود پیش نابال میرن که با خادمش در حال پشمچینی بود. اون روز روز عید بود و نابال خوردنی های خوب و فراوانی داشت. افراد داوود پیغامش رو به اون رسوندن و گفتند ما با تو مهربان بودیم و به مراقبت از گوسفندانت کمک کردیم. حال از تو خواهشی میکنیم که کمی خوراک به ما بدهی. نابال هم به اونها جواب میده و میگه داوود دیگه کیه؟ برای چی باید غذای خودم و خادمامو به یکی دیگه بدم؟ من اصلا داوود نمیشناسم. وقتی افراد داوود برگشتن و پیغام نابال رو بهش دادن، داوود سخت عصبانی شد و به افرادش گفت به راستی که بیهوده در بیابان از تمامی مایملک این مرد مراقبت کردم، چنان که از تمامی اموالش چیزی گم نشد. حال او در ازای نیکویی بر من بدی روا می دارد؟ خداوند مرا سخت مجازات کند اگر تا بامداد از همه آنان که به نابال تعلق دارن ذکوری زنده بگذارم. بعد هم به یاراش گفت شمشیراتونو به کمر ببندین و راه افتادن تا نابال و افرادشو بکشن. تو همین گیرودار یکی از افراد نابال که حرفای نسنجیده و تحقیرآمیزشو شنیده بود، این خبر رو برای ابیجایل همسر نابال آورد و حرفهای داوود رو تایید کرد. ابیجایل بیدرنگ 200 قرص نان، 2 مشک شراب، 5 گوسفند از پیش آماده، 5 پیمانه قلعه برشته شده، 100 قرص کشمش فشرده و 200 قرص انجیر فشرده گرفت و روی الاغ گذاشت و به استقبال داوود رفت. اما به شوهرش چیزی نگفت. وقتی که داوود و ابیجایل به هم برمیخورن، ابیجایل از الاغ پیاده میشه و تعظیم میکنه و میگه سرورم، بگذار تقصیر این کار تنها برگردن من باشد.
تمنا دارم رخصت دهی کنیزت با تو سخن گوید. سرورم، به این نابال فرومایه اعتنا مکن، زیرا او چنان که از اسمش پیداست ابله است. نام او نابال است و حماقت با اوست. حال ای سرورم، به حیات خداوند و به جان تو سوگند، از آنجا که خداوند تو را از خونریزی باز داشته و نگذاشته به دست خود انتقام بگیری، باشد که دشمنانت و آنانی که قصد آزار سرورم دارند مانند نابال گردند. حال بگذار این هدیه که کنیزت برای سرور خدا آورده است به مردان جوانی که همراه سرورم هستند داده شود. و در آخرم میگه که این هدیه ها برای شما هستند. لطفاً اونا رو بردارید و ما رو به خاطر چیزی که رخ داده ببخشید. حرفای ابیجایل مثل آب روی آتش خشم داوود رو فروکش کرد و اونو حسابی تحت تأثیر قرار داد. داوود به اون زن گفت: متبارک باد یهوه خدای اسرائیل که امروز تو را به ملاقات من فرستاد و حکمت تو و خودت نیز مبارک باشی، زیرا که امروز مرا از خونریزی و انتقام ستاندن باز داشتی. زیرا به حیات یهوه خدای اسرائیل که نگذاشت آزاری به تو برسانم سوگند، اگر به دیدارم نمی شتافتی، به راستی که تا سپیده دم حتی یکی از مردان نابال برایش زنده نمی ماند. حال به سلامت به خانه‌ات بازگرد. بدان که سخنت را شنیدم و درخواستت را پذیرفتم. بله عزیزان، میبینیم که سخنان دهان ما تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه. کلام خدا میگه زبان قدرت مرگ و زندگی داره. این خیلی مهمه. ما اینجا دیدیم که زبان نابال نزدیک بود سرشو به باد بده و یه فاجعه بزرگ به بار بیاره. اما در مقابل زبان نرم ابیجایل باعث حیات شد و از اون فاجعه جلوگیری کرد. پس باید بدونیم کلامی که از دهان ما بیرون میاد چقدر ارزشمند و قدرتمنده و همه ما این قدرت رو داریم که یه نزاع یا دعوا رو با زبونمون خاموش کنیم یا اونو شعله ور کنیم. تصمیمش با ماست. بیایید لحظاتی رو با هم دیگه دعا کنیم. مژگان جون میشه برامون دعا کنی لطفاً؟ خداوند تو رو شکر میکنیم برای حضورت. ممنون تو هستیم که زندگی های ما رو در بر میگیری و ما رو هدایت میکنی. خداوند امروز از تو حکمت میطلبیم. ای روح القدس تو دهان ما رو مسح کن تا هر کلامی که از اون بیرون میاد برای صلح، برای محبت کردن، برای آرامش بخشیدن، برای بنا کردن و برای جلال نام خداوند باشه. باشه که ما هم بتونیم مثل ابیجایل با حکمت و درایت صحبت کنیم و عمل کنیم. و همچنین برای والدینی دعا میکنم که فرزند نوجوان دارن. ای خداوند، به طور خاص به این اشخاص حکمت بده تا به درستی با فرزندشون رفتار بکنن. شکرت میکنیم ای خدای زنده که صدای ما رو میشنوی و عمل میکنی. در نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خب دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما به اتمام رسیده. لطفاً نظراتتون رو راجع به برنامه ها برامون بنویسید. شما میتونید از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898 و یا ایمیل آدرس info@persianworldradio.com و همچنین از طریق وبسایت رادیو جهانی پارس با ما در تماس باشین و پیام ها و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. یه نکته مهم دیگه این که بعد از گوش کردن برنامه تو وبسایت میتونید تو کادر پایینش نظراتتون رو هم در مورد همون برنامه برای ما ارسال کنید. ضمناً اگر در طی برنامه سوالی براتون پیش اومد یا نیاز به دعا دارین، تیم پشتیبانی ما با اشتیاق در خدمت شما عزیزان خواهد بود. ما منتظر نظرات و پیشنهاد شما عزیزان هستیم. عزیزان دل، تا برنامه آینده شما رو به دستان پرمهر و محبت خداوندمون میسپاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. خدا نگهدار دوستان عزیز. One, two. Thank you.
have embraced. Look what happens when we shout his name. There is fullness of joy. چون سوی نور عیسی آیی آندم که به زانو در آیی فیضش همراه ماست. چون خانیم یک صدا به یک دل نام عظیم عیسی میگردد جاری شفا و قدرت او در ما. چون برافرازیم دستها مست شاید بر ما تا به نامش تبدیل سازیم دنیا را. Look what happens when we give him praise. Look what happens when we shout his name. His truth is honored and proclaimed. گم گشتگان میابند ره را در روشنی نور عیسی. ملکوت بین ما. This peace is hope, his love revealed. Our broken hearts he comes to heal. A fading faith he rebuilds. پاره کردم زنجیرها در هم کوبت زندانها. چون بر لب میاریم نامش را نام عیسی. چون خانیم یک صدا به یک دل نام عظیم عیسی میگردد جاری شفا و قدرت او در ما. چون برافرازیم دستها مسح شاید بر ما تا به نامش تبدیل سازیم دنیا را.